شیمی، زاده ایران زمین، در میان خانواده فرهنگی و دانشگاهی، دانش‌های آموخته شده بخش سخت افزاری، لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران، پیگیری شده در کشور سوئد در زمینه‌های مدیریت تولید و کیفیت، طراحی و ساخت ابزار، ماشین و قالب با کمک کامپیوتر و کار در این زمینه‌ها. کمابیش 10 سال گذشته خدمت مردم در سازمان‌های دولتی کشور سوئد، اداره کار و سازمان بیمه های همگانی و بخش نرم‌افزاری، کندوکاو و پژوهش پیگیر در گستره فرهنگ ایران باستان و جهانبینی و فلسفه بنیادین آن در کنار دانش‌های روز به ویژه روانشناسی، خودشناسی، رفتارشناسی، چگونگی درست و بهینه زیستن و کار و کوشش در این زمینه‌ها. نویسنده جستارها و دفترهای گوناگون پیرامون جهانبینی و فرزان و فرهنگ بنیادین ایرانی. آگاهی بیشتر را در مورد ایشون و کنش‌هاشون در صفحه اجتماعی در رسانه‌های همگانی میتونید دریافت کنید. در دسترس است. خواهش می‌کنم. میگم به همه باشندگان گرامی در این تالار و همه همیهنان و دوستداران فر و فرهنگ ایران زمین. سپاس از شهرام گرامی دکتر آریان که به حال بازگشایی کردن این جستار رو، این مقوله رو در پیششم دکتر نژاد گرامی. دوستان از من خواستن که من هم در این همایش سخنانی بگویم، پذیرفتم، چون که دلم میخواد آنچه که از زندگی خودم آموختم و فرهنگ نیاکانی و ایرانی خودم رو نقطه آغازین پلتفرم یا تخت پرش اون میدونم براتون کمی بکشایم و شاید نوری بتونم بندازم برای آنچه ما فرهنگی بنیادین و ارزش‌های اون رو بدونم و اینکه چگونه این فرهنگ، این شیوه اندیشه و گفتار و کردار یا روش زندگانی میتونه هم تک تک ما رو به یک زندگی بهینه راهنمون باشه و هم راهنمایی باشه برای همبودمان یا جامعه. با این میآغازم که چرا خود رو یک ایرانگرام سپس کمی بیشتر اون بخش دیگرمانیک یا نرم افزار ایرانگرایی رو با گشایی میکنم از بسیار پاکی و بسیار بنده. من یک ایرانگرا هستم چون که میهن مادری و نیاکانی رو دوست دارم و اگرچه خودم بیش از نیمی از سالهای عمرم رو بیرون از اون گذاریدم دیگه همچنان و چه بسا بیشتر مهر اون در دلم هست. من یک میهن پرستم چرا که میخوام از مادرم، از مام میهن پرستاری و نگاهبانی کنم، آبادی و بلندای نام او رو خواهم و البته که یک میهن با مردمی که در اون و با اون زندگی میکنن پیوند داره، با ملت، البته آن مردمی که مهر او رو به دل دارن نه اونا که میخوان خاکش رو به تو بکشن. پس من یک ملی‌گرا هستم زیرا که به ملیت ایرانی هم ارج می‌گذارم. می‌پندارم که همه شما یا دست کم بیشتر شما که امروز اینجا هستین و همچنین بیشتر هم میهنان امروز دیگر دریافتم و می‌دانم که سرچشمه مشکلات کشور کجاست، چیست، کیست، کیان. و ما هم می‌پوشیم در این پنل‌ها بیشتر باهوشایی کنیم. پرسشی که اکنون روبروی همه ما هست و از آن گریز و گزیری نیست آن است که چه راهی برای برون رفت از این دشواری‌ها و تیره روزی‌ها و رسیدن و رساندن میهن به آبادی و ملت به رفاه و امنیت و آزادی که شایسته اون هستن وجود دارد.
چگونه میتوان و شایسته است که میهن رو بازسازی کنه؟ بازسازی با چه ابزار، به چه سوی؟ یک همبودمان آرمانی بر اساس چه ارزش‌هایی شایسته است که شکل بگیرد؟ و اینکه هر کدوم از ما چه شکلی از زندگی رو میپسندیم برای خودمون و همچنین گروهی چه روش کشورداری و کشور آرایی رو میپسندیم؟ ما میگوییم که راه برون رفته از تاریکی و تیرگی بیگمان رفتن به سوی نور است. بهترین راه برای زدودن تاریکی افروختن نور است. نور دانش، نور خرد، نور وجدان آگاه، نور ارزگذاری به زندگی، به شادزیستی، بهزیستی برای همگان، نیکی همگانی، زندگی در برابر نازندگی. همون گونه که در آرمان نامه پارمان هم اومده، ما برای ایرانی میخواییم که دوباره به دست بیاره اون ارزش ها رو، پیشرفت و بهروزی رو، خردگرایی و دوراندیشی رو، وجدان آزاد فردی و قانونمداری رو، انسان باوری و برابری خواهی، دادورزی، دادخواهی، شکوه بربری، آراستگی، شادزیستی، فرخندگی، شایسته سالاری و فرزانگی. چرا که اینها از ایرانی گرفته شد. چگونه؟ میهن را به دشمنان باختیم و ناگزیر سپردیم. گاهی به پا خواستیم و مبارزه کردیم و باز به پس نشستیم. به جای آیین وجدانگرا و راستی جوی و شادی پرور خانگی، دینی بر ایرانی وارد شد که نه تنها دارای المان‌های زندگی ساز و بروز شونده نیست، بلکه یک نگرمان، یک ایدئولوژی، یک باور سخت و سنگ و تمامیت خواهد و هم تمام را، همه را در قید و بند و زنجیر بسته به آن می‌خواهد و هم آزادی و آزادگی برایش مفهومی ندارد، هم خرد در اون جایگاهی ندارد، هم داد همگانی ریشخند می شود، هم میهن در باور اون جایی ندارد. میهن پرستی و ملی‌گرایی نه تنها ارزش نیستند، بلکه پاد ارزش هستند، ضد ارزش هستند. صده ها و با نام آن جان هزاران هزار ایرانی گرفته شد و بدتر از آن بر سر شد. جشن ها و آیین های امید بخش و شادی افزای اونها یا به کلی زبوده شدند یا کمرنگ شدند. به جای اونها آیین های تیره و تار نشستند. آنهایی را که با آیین نیاکانی وفادار مانده بودند زیر همه گونه فشار و زور و تهدید گذاشته شدند. به زور مالیات دینی یا جزیه از اونها گرفته شد. آنها را ناپاک خواندند، گفتن نباید جامعه زیبا بپوشن، روز بارانی در خیابان و بازار نباید گام بگذارن، خانهشان از خانه همسایه مسلمان باید کوچکتر و دیوارش کوتاه‌تر باشد. کوتاه سخن هرچی که توانستند بر سرش آوردن تا هویت بنیادین خود را به کلی فراموش کنند و هر پایداری را از دست بدن. با مانند مردم بسیار دیگر از سرزمین های پیرامون به کلی از هویت تویی شد. که چه گلی بر سر ایران و ایرانی زدن، چه گلی بر سر جهان و جهانیان زدن و امروزه دارن میزنن. لیک ایرانی تمام نشد و تمام نخواهد و با همه آنچه بر سرش گذشت به کلی نشکست و فرهنگ و جهان‌نگری رو با خود به همراه آورد تا روزی دوباره آتش آن از دیر خاکستر به در آید و نور روشنایی بخش خود رو به زمین و زبان بتابد و ایران و ایرانی را از نو زنده و تازه گرداند. آنچه که هویت نیاکانی خود اوست و راه برون رفته از تاریکی‌ها را در خود دارد
و نیازی به دیگر دستگاه‌های باوری و نگرمانی باختر و خاور ندارد، بلکه خود همه سامان است. تنها باید آن را دوباره شناخت، برای همگان نیز بازگویی کرد، بروز کرد و ارزش‌های اون را پایه و اساس آموزش و پرورش گذاشت و نهادهای دولتی اجتماعی را نیز در راه پشتیبانی و یاری ملت برای رسیدن به داد و رفاه برنامه‌ریزی کرد و به کار. و نه اینکه امروز دست روی دست بگذاریم و چشم به راه آن روز بمانیم، بلکه باید از هم امروز آنها را نخست در اندیشه و روان خیش بکاریم و آلودگی های درونی را بزداریم و در خانه و خانواده نیز آنها را بگستراند. یک همبودمان از روی هم تک تک ما شکل می‌گیرد و تا ما خود از درون پاکسازی نشویم، هم بودمان نیز نخواهد شد. سخن از ارزش‌ها، سخن از دیدن و نگریستن به جهان با یک آینک یا عینک ایرانی است. و انگامی که میگیم ایرانی یا ایران شهری، سخن از این ارزش‌ها است. سخن از انسانیت است، از داشتن هم بودمانی است که در آن هر کس بتواند در آرامش و امنیت به رفاهی زندگی ساز دست یابد و در آزادی پاسخ‌برانه و مسئولانه در پی آفریدن و پیدایی گوهر خیش در گیتی باشد که همانا خوشنودی و خوشبختی دارد. اینکه حالا خوشبختی چیست، کامیابی چیست، نیاز به بررسی های دیگری دارد، اما روی همی توان گفت انسانی شاد است که احساس دربند بودن و زندانی بودن نداشته باشد، حالچه دربند و زندانی یک ایده چه در یک زندان فیزیک، تنها به جرم اندیشیده. این انسان آزاد و شاد باید بتواند برای دستیابی به کامیابی در کار زندگی از امکانات شایسته و بایسته برخوردار باشد که آن را باید یک دولت، یک سیستم راهبری و مدیریتی در کشور برای شهروندان خودش فراهم کند. خب حالا کسی شاید از ما بپرسه که خب شما چه می‌دونید؟ با آنچه شما در سر دارید چیست؟ و چگونه می‌توانید آینده خوب و این زندگی خوب رو برای ما فراهم کنید؟ پرسش درست و به جاست و نه ما و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند، نشاید به تنها آرمانی و ایدئالی گپی بزنه و بگه انشاءالله درست باشه. نه، ما نمی‌توانیم بنشینیم و چشم امید به آسمان داشته باشیم که تنها می توانیم از آن چشم داشت باران و نور خورشید به اندازه بسنده و زندگی بخش داشته باشیم، مگر نه که هیچ خدایی و ابرقدرتی در آسمان ها نشسته، مگر آنکه هستیدارانی در اختران دیگر باشند یه روز به سراغ ما بیان که آن روز فکر آن روز کنیم، وگر نه باید دست روی زانوی خود بگذاریم، کمر راست کنیم، کمر کار و کوشش ببرد و با خرد اندیشه نیک به خود سامانی بدهیم و با مهر به هم و همکاری آسمان را سخت بشکافیم و ترهی نو برد. پروانه بدید که گذر کوتاهی داشته باشم برای آنچه که ما پایه و اساس جهانبینی خود بودم که امیدواریم با تکیه بر اونها بتونیم اون طرح نو یا بهتر بگیم نو شونده رو با هم در اندازیم. این را در آغاز بگم که بنیادها و اصول آیین و فرهنگ ایرانی یکی هستن، همیشه یکی هستن. ما بهشون میگیم بنیادهای زندگان. حالی که هر کس چگونه این بنیادها رو در خودش در میاره و چگونه اونها رو فرمول بندی میکنه ممکنه کمی گونه گون باشه. البته باید یادآور بشم که ما نخستین کس و تنها کسانی نیستیم که در این مورد گفتگو داریم. کسان گروه های زیادی بودند و هستند که در این راه نیک میکوشند و در اون میان دوستان و یاران جنبش نوزای ایرانی که چندین سال است که در این کار و کوشش فرنگی بودند. من به شیبه خودم اینجا یه خود بر اونا میارزم. خب میدانیم که در فرهنگ و بینش ایرانی شمار عدد 7 نیک است و من هم در همون راستا فرمول بندی میکنم.
این هفت بنیاد زندگانی هم در جهان بیرونی، در جهانی که ما گیتایی یا مادی هستن، سازنده هستن، آفریننده هستن، هم در جهان درونی و معنوی، هم در تک تک انسان ها و هم در جامعه. چهار تا از اینا، چهار تا نخستین کنش هستن، بعد سه تا پیامد میاد، سه تا واکنش میاد. یک، یگانگی و پیوند بر بنیان مهر و مهربانی. دو، جنبش و سرزندگی و پویایی و پیشرفت بر بنیان قانونمندی، یه قانونمندی نیک، پنجاه، سامان، اینا همه در فرهنگ ما نام داره. و همه اینها بر پایه خرد، دانش و منش نیک. قانون، مهر، جنبش، خرد، این چهارتا باید باشد تو هر جامعه، هر چهارتا هم با هم، وگرنه کار نمی کن. برای نمونه هر قانون و دادی که در اون مایش مهر و خرد نباشه، و یا یک شهریاری که استوار بر خرد و قانون و مهر نباشه، و یا سامانی که در اون جنبش و پویندگی نباشه، هیچ کدوم از اینا به نتیجه درست نخواهد رسید. اما در همبودمانی که این ویژگی‌ها داشته باشه، یا دروغ جایی و نیازی برای خود نمایی پیدا نمی‌کنه. دروغ در هر ریختش ویرانگر جهان و جهان است. اگر این چهار اصل نخستین برپا و برقرار باشه، پیامدش چیه؟ نخست آرامش میاد، ما بهش میگیم سپنت آرمیتی، یک آرامشی سازنده و پیشبرنده، افزونی دهنده که در سایه اون تکامل معنوی و مادی به دست میاد، یک بهتر شدن همیشه، یک خوشزیستی پاینده که در فرهنگ ما میگن خدا در خدا یا خور و دار هم برگن. دید ایرانی یا آنچه که در زبان کهن ایرانی دعینا خوانده میشد، دعینا یعنی بینش، بینش درونی، چشم درونی و بینش راستی جوی و درستی گرای، یعنی دنبال حقیقت است و بر مبنای واقعیت هم گرد میکنه. برای چه؟ برای دیدن، برای بازشناختن راستی از ناراستی، پسندیده از نکوبیده، که از آن به گونه وجدان آگاه هم یاد میکنیم، که میشه که همون خرد هست که باید راهنمای انسان. خردگرایی کارآمدترین شیوه برای اندیشیدن است که به آن میگویند بهمن یا بهمن. خردمند بودن را میتوان همان بلوغ اندیشگی دانست، رسیده شدن به بلوغ، رسیدن. هر چیزی را که میخوای بدانی بدون بررسی و پژوهش بسنده نپذیر. پرسشگری کن، دانش خود را بیفزای و در پی راستی و درستی باش، و در این راه آزاداندیش باش، پیورز نباش، تعصب نداشته باش، آزاد کام باش. لیکن رو هم بدان که آزاد کامی کام پرستی نیست، یعنی خودسری و خودخواهی نیست. اینکه هر کسی از خرد خود پیروی کند به این مفهوم نیست که هر کس هر کاری درش خواست بکند. کام پرستی وارون خرد. حالا ایزدی فقط در پایان از یک راز سگانه، از یک راز ستایی برمیده، رازی که با دانستن آن و کنش به اون یک زندگی خوب و به سامان و خوشنود کام میتواند به دست دارد، هم برای هر کس هم برای همان. یه فرمول ستایی من درست کردم، حالا درست کردم که هست در کنار اون فرمول جاودانی اندیشه و گفتار و کردار نیک. سپه من بهش نامش گذاشتم، سپه زندگی ساز، پیوند، پیمان، پیمانه، پیوند
پیمان و پیمان. پیوند که از همان نخستین پایه و بنیان یگانگی گفته بود داره، اینکه همه چیز در این آفرینش و هستی با هم در پیوند، چه آن را با چشم سر ببینی یا نبینی. هنگامی که بتوانیم با چشم درون با بینش این تار و پودها را ببینیم، آنگاه دیگر میبینیم، دیگر میدانیم که سرانجام، سرنوشت انجامین همه ما از یک دیگر جدا است. میدانیم که زندگی ما به درخت، به آب پاکیزه، به هوای پاک، به نور بسنده نیاز دارد. میفهمیم که چرا دانایان راز هستی گفتند که خوشبختی من در خوشبختی همگان و دیگران است. یگانگی و یکدلی مفهومی ماورایی نیست، بلکه انسان چنین آفریده شده. خب اگر کسی این را ببیند و بداند، دیگر با آن دوپه بعدی نیازی نیست. وگرنه برای آنکه انسان ها بتواند یک زندگانی همبودگاهی خوب، یه همزیستی عاشقی جویانه و سازنده با هم داشته باشند، نیاز به پیمان ها و قراردادهای اجتماعی است، قانون و قانون. و البته بر سر پیمان ماندن و وفای به پیمان. جالب، وقتی دوسته باید چه کار میکنه بیشتر حواسا میده اینجا. بر سر پیمان ماندن، یا چیزی رو نگیم یا وقتی میگیم بر سرش بیستیم، دروغ رو باید از خودمون بیرون کنیم. چون وقتانه میبینیم که در فضای سیاسی کل جهان یه هم چیزی سال خاص الان هست. سیاست مداران امروز جهان تنها در فکر بگم سودهای خویش هم بگونیم، یه چیزی میگن ولی منظورشون چیز دیگری است. حاضرن خیلی چیزا رو فدای جاه طلبی ها و سودجویی های خود بکنن و هدف برد خودشون هست، دیگران هم باختن. بنابر فرهنگ انسانی ما و به پیروی از قانون، پیمان شکنی گناهی بزرگ است و می باشد که خود زیربنای دروغ در هر همبودگاهی است. مثلا انجام آن چه پیمان نام دارد که بسی پیرامون آن در فرنگیمون گفته شده است. اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. فقط این رو بگم که در درون هر کس دو نیروی بنیادین هست، یک نیروی سرشتی یا غریزی برای نگاهبانی از جان که ناگزیرمون میکنه دور خودمون دیواری بکشیم و از خودمون نگاهبانی کنیم. دیگری یه خواست و کششی همیشگی است برای گسترده شدن، برای بیشتر شدن، برای افزون شدن. این دو کشش، ماندن و گستردن، نیروهای رو در روی هم نیستن، بلکه به دو زمینه گوناگون از زندگی پیوندن. یک نیرو یاری میده که ریشه خود در زمین استوار کنیم، دیگری میخواهد ما را فرار. پرسش در اینجاست که فراروی من و فراروی دیگری آیا با هم سازگارند یا در برخورد با یکدیگر قرار میگیرند. اینجاست که از قانون برنده و برنده گفتگو به میون میاد. قانونمندی که اگر به درستی دریافته بشه و بدان کنش بشه، هم میتواند به نیکی همگانی بیانجامد و هم جامعه، کشور و جهانی شایسته زیستن فراهم آورد. برای بزرگتر شدن از دیدگاه مردمی، دانشی و اجتماعی بایسته است که خود رو شایسته آن بزرگی کنیم که گفتن تکیه بر جای بزرگان نتوان زد سیگزان، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنیم. پس بگذارید اینگونه جمع‌بندی کنم که اگر به راستی خواهان بازسازی ایران و برگرداندن آن به جایگاهی که شایسته آن است می باشیم،
جایی که هر ایرانی، هر شهروند آن سرزمین از رفاه و آزادی و امنیت برخوردار باشد و روح و روانشان تار و تازه و شادتر بشود و راستی و درستی و مهربانی به جای دروغ و خشم و کینه بنشیند، بهترین راه بازگشت به هویت ایرانی و ملی خیش و برگرداندن آب رفته به جوی می‌باشد. زمان گزینش است، گزینش زندگی در برابر نازندگی. پایان دهید.